یه پیج فرانسه دانمو. سلام، امروز راجبه در واقع در این ویدیو میخواییم راجبه آرتیکل هایی که برای کمیت، بیان کمیت در زبان فرانسه استفاده میشن صحبت بکنیم. من سه تا ویدیو برای این قضیه تهیه میکنم. ویدیو اول، چون ما سه روش برای بیان کانتیته یا کمیت در زبان فرانسه داریم، من هر کدومش رو در یک ویدیو در واقع برای شما ارائه میدم. امروز بیاید راجع به آرتیکل ها صحبت بکنیم. آرتیکل های کمیت در زبان فرانسه در واقع سه تا هستن، یا دو، یا دولا که دو برای مؤنثه، دولا دو برای مذکره، دولا برای مؤنثه، و د. در واقع این سه تا رو ما به عنوان آرتیکل های کانتیته استفاده میکنیم. مثال میزنم، مثلا وقتی میگیم je bois du café، یعنی من یه مقدار قهوه میخورم، یه مقدار قهوه مینوشم، دو کافه. یا مثلا وقتی که میگیم که je besoin de la farine، یعنی من به یه مقدار آرد نیاز دارم، دو لا فرین، مقداری آرد، فرین مؤنثه، دو لا فرین، اونجا کافه مذکر بود، دو کافه. وقتی میخوایم بگیم من یه تعداد کتاب خریدم یا یه کتاب تعداد کتاب میخرم، میگیم جشت دی لیور، من یه چند تا کتاب میخرم، دی لیور. دی بیشتر برای در واقع اشیایی که قابل شمارشن، میشه تعدادی راجبشون صحبت کرد، استفاده میشه. اما یه نکته که اتفاقا من این نکته رو توی کلاس مجازی دیروز، کلاس بچه های لیون، اگر این ویدیو رو میبینن، مطرح کردم، به خاطر اینکه این اشتباه رو دیدم توی در واقع زبان آموزا. ببینید بچه‌ها، وقتی که میخواید شما جمله رو منفی بکنید، دو و دوله و ده باید تبدیل به دو بشه. مثلا وقتی میخواید بگید من قهوه نمیخورم، مثبتش بود je bois du café. وقتی میخواید منفیش بکنید، میگید je ne bois pas du café. اشتباه نکنید، نگید je ne bois pas du café، je ne bois pas du café. تو جمله‌ای که میگفتیم j'achète des livres، حالا میخواید بگید من کتاب نمیخرم یا کتابی نمیخرم، je n'achète pas du livre. یا جمله‌ای که میگفتید من به آرد نیاز دارم، به یه مقداری آرد نیاز دارم، je besoin de la farine. حالا وقتی میخواید بگید من به آرد نیاز ندارم، میگید je n'ai pas besoin de farine. اینو دقت بکنید بچه‌ها، خیلی مهمه. توی آرتیکل های کانتیته اگر جمله شما منفی بود، همه آرتیکل ها به دو تبدیل میشه. دو روش دیگه برای بیان کانتیته در زبان فرانسه داریم که توی دو تا ویدیوهای آینده بهتون آموزش میدم. مرسی beaucoup. Au revoir.